بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه فأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والرابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث تفسير امروز
بمناسبة أيام فاطمية صرف میشه در معرفت صدیقه کبرا المجهولت قدرا، این روایت که شیخ المحدثین صدوق هم در خصال هم در اماری هم در عیون نقل کرده، برای کسانی که اهل فقه الحدیثند کافیست که تلیعه این عظمت را نشون بده. در این حدیث تعبیر اینه: لفاطمت تسعة أسماء عند الله. خود این یک جمله بسه. مقام اندیت که مقامی فوق اون قابل تصور نیست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقام، مقام اسم فاطمه زهراست. اگر اسماء او در مقام اندیت و اسم هم علم مسماس، رابطه اسم و مسمای به اسم تعیین بشه من عند الحکیم الخبیر. اسماء چیه؟ اول فاطمه، دوم صدیقه، سوم مبارکه. امروز فقط در این اسم، اون هم در یک جهت از ده جهت این اسم، مختصری بحث میکنیم. وظیفه همه شما امروز اینه که هم به اون چه میسوره خودتون درک کنید
البته با دقایق علمی. بعد برای عامه مردم توضیح بدید تا بفهمند که از 13 این ماه که فاطمیه شروع میشه و به روز 3 جماد ثانیه ختم میشه، ذکر و نشر مناقب و فضائل او باید جوری بشه که مردم روز 3 ماه آینده در سر تا سر این مملکت قوغایی به پا کنن که در حد اقل مرهمی باشد بر قلب مجروح خاتم النبیین، تا به آخرین فرزند معصومش، یعنی اون کسی که به عهده اوست، فقط به کافی مراجعه کنید، او تنها کسی است که باید بیاید کنار اون قبر. و اون قبر گم شده را به دنیا نشون بده و بعد هم روشن کنه چه گذشته و چه بوده. المبارکه، اسمی که خدا برای او معین کرده، این اسمی است که ذات قدوس خداوند به عیسی ابن مریم به این اسم فاطمه زهرا را معرفی کرد. این داستان بهت‌انگیزه. وقتی به عیسی فرمود تو مبعوثی که بشارت بدی با آمدن احمد، در اونجا فرمود نسل او از مبارکه هست، از این اساس که الان هم در انجیل بعد از تحریف اثرش موجوده روشن میشه که از اون تاریخ که قبل از بعثت انبیات این اسما عندالله معین شده. جلوه این برکت
اون هم برکتی که خدا در اسم مبارکه جمع کنه، وقتی روشن میشه که حقیقت نماد معلوم بشه که نماد چیه. بعد روشن بشه که نماد گذار کیه. بعد که صلات و مصلی هر دو روشن شد، ربط مطلب اون وقت آشکار میشه. لا نعد الرجل منكم فقیها، مگر اون وقتی که معاریض و اون دقائق و رقائق احادیث ما را بفهمید. این حدیث صحیح علائیس. مشایخ ثلاثه علاوه بر صحت حدیث نقل کردن. معاویه بن وهب از امام ششم سؤال کرد. به سؤال دقت کنید، اونم در همچه حدیثی. ان افضل ما یتقرب بهی العباد الالله. خود این سؤال شرح مفصلی داره. سائل کیه؟ کسانی که اهل فقه هن و رجال حدیث سائل رو بشناسن. مسئولون ان کیه؟ سؤال چیه؟ سؤال از افضل که ما فوق دیگه نباشه. اون هم کل عباد بدون استثناء. العباد جمع محلا به اله. افضل ما یتقرب بهی کل عبد از عباد الله الالله چیه؟ این سؤال کیفیت جواب برای اهلش بهتاوره. در جواب مثل جعفر ابن محمدی، تعبیرش اینه: ما اعلم شیئا، نمیدانم هیچ چیزی را افضل. عدم العلم
از اون کسی که حامل تمام اصول علم اولین آخرینه، یعنی مجیب کسیست که به اعتراف عامه و خاصه جفر جامع که علم ما یکون الى یوم القیامه ند اوست. کسی که دارای احاطه به ملک و ملکوت، جوابش اینه که بعد معرفت الله افضل از این نماز نمی بینم و نمی دانم. در حدیث دو کلمه است، هم سؤال سائل از افضل هم از احب. افضل چیز، احب عند الله چیز، بعد که جواب داد که اون چه افضل و ما یتقرب به العبد اینه، به صلات یبلغ العبد الى درجت القصبا. حالا اون نمازی که اینه، و منهاج مؤمنین قربان کل تقیه، معراج مؤمنه. اگر این نماز، نماز گزارش خود امام ششم باشه، اون نماز چی میشه؟ نمازیست که فرمود در سوره حمد ایاک نعبد و ایاک نستعین را اونقدر تکرار کردم تا خود این آیه را از قائل آیه شنیدم. این صلات، این مصلی. بعد که مقدمه روشن شد، این روایت را باز مشایخ ثلاثه، کلینی در کافی، شیخ الطائفه در تهذیب، صدوق اعلی الله مقامهم، همه روایت کردن از ابی خالد قمات. متن روایت باید خونده بشه.
قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تسبيح فاطمة تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم. در این جمع شماها که نخبه فضلاء قم عمدتون هستید، عده‌ای مدرسین خارجید، عده‌ای مدرسین سطوح عالیه اید، عده‌ای هم که تازه به بحث آمده اید، در حد تحمل انظار شیخ و آخوند و نائینی و عراقی و اصفهانید، اون قدرت علمی که حاصل کردید به کار ببندید، حدیث رو بفهمید، بعد به این مردم بفهمانید تا بفهمند که روز شهادت فاطمه زهرا در مقابل اون شبی که اون جنازه برداشته شد چه وظیفه ای باید انجام بدهند. نماز امام ششم، خوب دقت کنید، 1000 رکعت نماز، 1000 سوره فاتحه دارد. سوره فاتحه چیه؟ فهم این حدیث بسیار مشکله. سوره فاتحه همون سوره ایست که خاتم انبیا فرمود خدا بر من منت گذاشت که گنج عرش را بر من نازل کرد و اون کنز عرش فاتحة الکتاب او را به من داد، یک طرف او را یک طرف قرآن را. فرمود لقد آتیناک هر آینه محققا، دادیم به تو سبع المثانی و قرآن عظیم را. سوره حمد اینه، اونم سوره حمد امام ششم. بعد در این نماز 1000 رکعت، در هر رکعتی فکر کنید
علاوه بر حمد یک سوره از قرآنه. اون سوره سوره توحید اگر باشد که احب صبر نزد اون حضرت بر طبق نص صحیح سلس قرآنه. بعد خود هزار رکعت نماز میشه 333 ختم قرآن. نمازی که بعد منتهی میشه به رکوع فسبح بسم ربک العظیم، بعد منتهی میشه به سجود سبح اسم ربک الاعلی، بعد در هنگام سجود طبق نص صحیح باد اقرب از همه اعمال عند الله عبد، وقتی که سر به سجده میگذاره. نماز جعفر ابن محمد یک همچه نمازیه، اون وقت نمازه با هزار سوره حمد، نماز با 333 ختم قرآن، نماز با اون سجود و اون قرب به رب الارباب، همه این هزار رکعت را گذاشت یک طرف. بعد فرمود تسبیح فاطمه زهرا نزد من از این هزار رکعت محبوب تره. این معنای کلمه مبارکه. این تسبیحات این برکت را از کجا گرفته؟ قوغایی است، عقل مبهوته. چه قربی است، چه منزلتی است که خدا تحفه‌ای برای او میفرسته به عنوان تسبیح فاطمه. بعد این تحفه‌ای که خدا برای او میفرسته در این گوهر اونقدر برکت میده که رأس و رئیس مذهب این 100 تسبیح را بر 1000 رکعت نماز خودش مقدم می‌داره. این مرتبه چه مرتبه ایست؟ گذشت کسی او را نشناخت. خود این که رفت از این عالم ولی با این سمت المجهول قدر، همین کافیه که در روزی که والوزن یومئذن الحق، در اون روزی که این کمون به بروز برسه،
هرچه مکنونه، هرچه مکنونه باید در اون روز بارز بشه به حکم و برزو لله الواحد القهار. وقت در همچه روزی مطلب اینه، وقتی سر از خاک برمی دارد و وارد محشر میشه، کیفیت آمدن اینه. اون برکت که نمونه اش در تسبیح فاطمه گفته شد، تمام تجلیش باید اون روز ظاهر بشه. الا نو ناقتن، چه ناقه‌ای؟ شرح اون ناقه مفصله. بر اون ناقه قبه ایست، زمام اون ناقه به دست کیست؟ یمین اون ناقه چه خبره؟ شمال اون ناقه چه خبره؟ مقابل اون ناقه چه خبره؟ اما طرف یمین 70,000 ملک از مقربین، اما طرف شمال 70,000 ملک از مقربین، مقابل رو 70,000 ملک به ایدیهم الویت و تسبیح، زمام ناقه به دست کیه؟ زمام ناقه به دست کسیست که دست 124,000 پیغمبر نگران اون دست بود. همچه دستی زمام ناقشو میگیره، دستی که ابراهیم منتظر بود صحف رو در اون دست ببینه، دستی که کلیم الله چشم براه بود که تورات رو از اون دست بگیره، دستی که روح الله منتظر بود انجیل رو از او بگیره، دستی که خاتم انبیا منتظر بود قرآن را از اون دست بگیره، این دست زمام ناقه فاطمه زهرا رو میگیره. فرمود زمام ناقه در دست جبرئیله، اما وضع قبه چیه؟ یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، داخلها عفو الله، خارجها رحمت الله. کجا زهرا رو شناختیم؟ کجا دانستیم چه بدنی زیر خاک رفت؟
که وقتی اون بدن رو تحویل پیغمبر داد گفت نفسی علی ظفراتها محبوستو یا لیتها خرجت مع ظفراتی. باطنها عفو الله، ظاهرها رحمت الله. تمام جوهره مطلب در این کلمه است. همه سیئات عالم در گرو عفو خداست، تمام حسنات عالم ظهور رحمت خداست. زهرا در قبه ایست که باطن اون قبه عفو الله، یعنی قلم بر تمام سیئات باید به دست زهرا کشیده بشه. ظاهر اون قبه رحمت الله، یعنی هر فیضی که از فیاض علل اطلاق به هر مستفیضی میرسه واسطه اون فیض اون بازوی برم کرده زهرات. المجهولت قدرا، ختم کلام اینجاست. خود جبرئیل ندا میکنه، میگوید ای اهل جمع چشما رو بپوشی، سرها رو به زیر بیندازید. اون چه میخوام بگم این کلمه است. پیغمبر در این روایت که از باقر العلوم از جابر ابن عبدالله عن رسول الله در روایت مطلب اینه: ما من نبیین، هیچ پیغمبری، ولا مرسلن، هیچ رسولی، ولا صدیقن، هیچ صدیقی، ولا شهیدن، هیچ شهیدی. دیگه از این چهار طبقه هم خارج نیست، نه نبیی، نه رسولی، نه صدیقی، نه شهیدی باقی میمونه الا این که چشم همه اونها بسته میشه. این چه رتبه‌ایه؟ این چه مقامیه؟ کیست که بفهمد او چه بود و بر او چه گذشت و باشد باشد که اون نگفته ها یک روزی ظاهر بشه. فقط یک کلمه میگم، اون کلمه اینه: همه شما میدانید امیر المؤمنین چه دلی داشت، همه خبر دارید چه دستی داشت، همه مطلعید چه قدرتی داشت، چه تحملی داشت. لیلت المبیت علی را به نظر بیاورید، قصبه خیبر را،
جنگ احزاب را همه را مجسم کنید، بعد در این کلمه فکر کنید. همچنان که خبر قبض روحش به امیر المؤمنین رسید، سقط علی وجهه. Yeah.